به نام خداوند یکتا سلام، به آخر خط خوش آمدید. برگزاری نشست مسکو با حضور نمایندگان امارت اسلامی و غیابت آمریکا. روسیه میگوید رسمیت حکومت طالبان موضوع بحث نیست، اما کمک های بشردوستانه به افغانستان فرستاده می شود. همزمان زلمه خلیلزاد دو روز پس از استعفایش از سمت نماینده ایالات متحده در امور صلح افغانستان گفته که جنگ آمریکا در افغانستان پایان یافته، اما این فصل آخر نیست و مردم افغانستان با آزمون های بزرگ اقتصادی و امنیتی روبروست. در همین حال وزارت مالی آمریکا یک بار دیگر گفته که ادامه وضع تعزیرات اقتصادی علیه طالبان یک امر ضروری است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که مانند اکثر کشورهای منطقه و تاثیرگذار با طالبان در تماس است تا آنها را تشویق کند که به تعهداتشان، از جمله جهاد حکومت همشمول که در آن گروه‌های مختلف قومی و سیاسی حضور داشته باشند، عمل کنند. افغانستان از آزمون بزرگ چگونه بیرون خواهد شد؟ تعلل جهان برای رسمیت یافتن حکومت امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی برای چیست؟ امریکا با دوام تعزیرات اقتصادی به دنبال چیست؟ رسمیت یافتن حکومت سرپرست امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی در کجا گره خورده؟ اینها و چندین پرسش دیگر را در این برنامه از مهمانانم خواهم پرسید. مهمانان من در این برنامه آقایان سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه، آقای محمد یاسین فضیلی، آگاه سیاسی، اینجا در استودیو حضور یافتند، و همینطور هم آقای سید نورالله راقی، استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین از ترکیه، روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. بسیار زیاد خوش آمدین مهمانان گرامی به بس. آقای راقی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به بس. اگر با شما بس را آغاز بکنیم در مورد نشست مسکو، در همه این نشست هایی که درباره افغانستان برگزار میشه کشورها آماده میشه برای فرستادن کمک های بشردوستانه برای افغانستان، اما تعلل میکنه برای رسمیت دادن به حکومت طالبان. فکر میکنین مشکل جهان با امارت اسلامی بر سر چیست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، مهمانان حاضر در بس و تمام بینندگان تلویزیون نور. در مورد بحث حاضر باید عرض بکنم که جامعه جهانی آنچنانی که مشخص هست خواسته های واضح و مشخص از طالبان دارند. بله. که این خواسته ها بارها تکرار شده که شامل موارد مختلف مثل رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول، همه پذیر، که اینا خواسته های جهانی هستند. اما آنچه که در نشست مسکو مورد توجه خواهد بود، به نظر ما سه آجندا در اونجا مطرح بحث است که بعضا سه آجندا متفاوتند و بعضا هم پوشان. بله. در صدر این آجندا آجندای عموم جهانی هست که کشورهای منطقه هست و کشورهای اشتراک کننده این نشست هست که خواسته های تقریبا خواسته های جهانی را در یک پلتفرم منطقه‌ای به طالبان بازگو خواهند کرد و روی این مسائل تاکید خواهند کرد و که موضوعاتی که پیشتر یاد کردیم اشاره کردیم. موضوع دوم آجندای کشور میزبان و روسیه هست که کشور میزبان هم خواسته های خاص خود در این بحث دارند و در این نشست دارند که شامل چند مورد از نظری ما میشه که در صدر این مسائل خطری تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم بین المللی که یک موضوع بحث خواهد بود که روسا حتما ای را در نشست عمومی که نمایندگان ده کشور حضور خواهند داشت و همچنان در نشست های دو جانبه ایشان که احتمالا در حاشیه این نشست با طالبان خواهند داشت به این موضوع خواهند پرداخت. موضوع دوم در نگاه روس ها موضوع امنیت کشورهای آسیای میانه هست که با توجه به موضوع اول که اشاره کردم و همچنان با عمل کردی طالبا روس ها را جدا نگرانیشان افزوده که به تفصیلش خواهیم پرداخت. موضوع
سوم هم خطر انفجار اجتماعی و بحران بزرگ در افغانستان که در اثر فروریزی ساختارها به وجود آمده و احتمالا سقوط کامل اقتصادی را در پی خواهد داشت. درست. و این افزایش مهاجرت به کشورهای همسایه و جهان در پی خواهد داشت که موضوع بسیار مهم و قابل بحث خواهد بود. بله. آقای ایراقی، یک از موضوعات خیلی مهم برای کشور میزبان روسیه به هر حالش بحث داعش هم است، چون پیش از برگزاری نشست ولادیمیر پوتین گفته بود که یک شماری از داعشیان در شمال افغانستان جابجا شده و به گونه فعالانه شماری از جنگجویان از روسیه و عراق وارد افغانستان میشه. این موضوع هم قابل نگرانی برای کشورهای آسیای میانه، مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان که به هر حالش رابطه نزدیک با روسیه داره، ایجاد میکنه. بعضی موضوعاتی که خب بر حالش ربط میگیره به موضوعات داخلی افغانستان خیلی شاید مهم هم نباشه، مثل حکومت همشمول و بحث حقوق بانوان و حقوق بشر، اما این نگرانی هایی که خود کشورها داره از افغانستان، فکر میکنین که چی گونه تفاهم خواهد کرد با طالبان؟ دقیقا موضوع که میخواستم اشاره بکنم و کوتاه به او اشاره کردم، گفتم به او بپردازیم، همین موضوعی است که پیشتر اشاره کردیم، موضوع خطر تبدیل شدن افغانستان که گفتیم بلانه تروریسم بین المللی مشخص هست که بسیار برای روسا اهمیت داره. موضوع این موضوع شما در جریان هستین که در نشست G20 از طرف رئیس جمهور روسیه یاد شد و در این زمینه رئیس جمهور روسیه اظهار شدیداً نگرانی کرد که افغانستان داره بلانه تروریسم مبدل میشه و تروریسم بین المللی و گروه های تروریستی از عراق و شام و سوریه در حال منتقل شدن به افغانستان هستند و توسعه نفوذ و حضورشان در افغانستان هستند و همچنان این موضوع را امریکایی ها تاکید کردند. سیگار بازرس ویژه ایالات متحده امریکا تاکید کرد که تا حضور القاعده در افغانستان گسترش می‌یابد و 15 ولایت افغانستان حضور گسترده در واقع القاعده را فعلا تجربه می‌کنند. معاون نماینده اتحادیه اروپا در زمینه اظهاراتی داشت و همچنان موضوع دومی را که قبلا اشاره کردم، موضوع آسیای میانه و خطری که روسا در آسیای میانه ذکر میکنن و احتمالاً از طالبان بیشتر از این چنان که شما اشاره کردین برای یک حکومت همشمول اشاره کنن، تاکید بکنن بر یک حکومت مسئول تاکید میکنن که حکومت مسئول از نظر روسا حکومتی است که مراکز انتحاری پروری و تروریست پروری ایجاد نمیکنه، به جای از او نهادهای ملی را سری پای میسازه. حکومت همشمول رجه های انتحاری و بیلرها و بوشکه های انفجاری به نمایش نمیگذارد. یک حکومت مسئول که در دنیا تلاش میکنه که به رسمیت شناخته شود، به هیچ وجه به مرزهای همسایگانش جوقه های مرگ، جوقه های انتحاری نمیفرسته. به جای از اونها نیروهای امنیت گستر، نیروهای نظم‌آور میفرسته تا پیام مثبتی به همسایگانش و دنیا داشته باشه که ما طرفداری تعایش و همزیستی با جامعه بین المللی هستیم و در واقع می خواهیم با دنیا یک تعامل نیک سازنده داشته باشیم. سپاسگزارم. این هم موضوعی بود که پیشتر بهش اشاره کردیم و موضوع فروریزی اقتصادی افغانستان، موضوع مهاجرت هم یک موضوع نگران کننده، جدا نگران کننده برای روسا هست که در این موضوع جدا به آن پرداخته خواهد شد و به آن در آینده سپاسگزارم اشاره میکنیم و به تفصیل بیشتر میپردازیم. ممنون شما، سپاسگزارم. آقای حسینی، فکر میکنین که مشکل در کجا گره خورده بین امارات اسلامی و کشورهای تاثیرگذار، مخصوصا روسیه و امریکا؟ خب این دو کشور همواره میگه که داعش یک تهدید جدی پس از روی کار آمدن طالبان خب این اظهارات را داشته. حالا این تعلل که میکنه، فکر میکنین که چه درد را برای اونا دوا خواهد کرد؟ به نام خداوند بزرگ و مهربان، ضمن عرض سلام خدمت شما دیگر مهمانان عزیز، دستندرکاران و بینندگان عزیز نور، شما ببینید فعلا در حال حاضر تعللی که در قسمت
چه روسیه چه سایر کشورهای جهان در قسمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان وجود داره است که هنوز هم حکومت افغانستان به خواسته های بین المللی پاسخ نداده. شما میبینید ما در دو کاتگوری میتونیم خواسته های جامعه بین المللی را تقسیم بکنیم. اولی که خواسته هایی که از تمامی کشورهای بین المللی مشترک است، مثلا همه کشورهای جهان نگران وضعیت تقویت و رشد گروه های تروریستی مانند داعش در افغانستان هست، این از خواسته های مشترک جامعه بین المللی است. یا مثلا یک از خواسته های همه کشورهایی است که در افغانستان یک حکومت همشمول و یا یک حکومت فراگیر شکل بگیره که این هم یک خواسته مشترک هست. اما در طیف دوم بعضی دیدگاه ها در جامعه بین المللی یک مقداری میتونه که متفاوت باشه. مثلا در از جمله خواسته های اساسی کشورهای غربی بحث حقوق بشری است که باید به مسائل زنان رسیدگی شود، آزادی بیان، آزادی سیاسی از مسائلی است که در برای کشورهای غربی بسیار مهم است. برعکس که کشورهایی که فعلا در روسیه نشست کرده، اینا دنبال آزادی نیست که بخواید در افغانستان اینا اعلام بکنه که ما در افغانستان حمایت از حقوق زنان میکنیم، ما در افغانستان حمایت از شغل زنان میکنیم، ما در افغانستان آزادی سیاسی باید باشه، آزادی مدنی باشه. کشورهایی که فعلا در مسکو نشسته است، اینا به این چیزا برایشان مهم نیست. آنچه که برای مسکو و کشورهایی که امروز در اینجا نشستم بحث داعش است و بحثی که دقیقا تا این لحظه وزیر خارجه روسیه سه آجندای اصلی را اینا مطرح کردن. اول بحث داعش و مسائل امنیتی در افغانستان، دوم بحث مواد مخدر که یکی از نگرانی هایی که فعلا برای روسیه و کشورهای همسایه وجود داره بحث مواد مخدر در افغانستان است که اتفاقا یکی از آجندای اعلام شده که در این نشست مطرح میشه. و بحث دیگر هم بحث حکومت فراگیر یا بحث حکومت فراگیر چقدر فکر میکنیم به چی دلیل باید برایشان مهم باشه؟ خب امین نشست هم در حال برگزار میشه که روسیه در مرز افغانستان در تاجیکستان رزمایش های نظامی را انجام میده. ظاهرا به صحبت های شما مصداق صحبت های شما هم است که اونا نگران حضور داعش و یا هم نفوذ داعش از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. فکر میکنید این به همه شمول بودن در کجای گپگیری خوردن؟ شما ببینید اول اینکه خواسته هایی را که جامعه بین المللی بیان میکنه، اینا در نفس خودش و بستر خواسته ها خود شهروندان افغانستان است. مثلا این شهروندان افغانستان است که خواهان عزیز که یک حکومت فراگیر، حکومتی که مشارکت داشته باشه، همه اقوام و مذاهب در افغانستان در مقابل اونا تبعیض صورت نگیره، عدالت باشه، برابری باشه. این قبل از این که خواسته جامعه بین المللی باشه، خواست ملت افغانستانه. مردم افغانستان میخواید که دخترانشان تحصیل بکنه، صاحب شغل شوه. این شهروندان افغانستان است که میگه ما نباید در انحصار سیاسی و یا در خفقان سیاسی ما زندگی بکنیم، ما باید آزادی بیان داشته باشیم، آزادی سیاسی داشته باشیم. اینا کلش خواسته های ملت افغانستان است. بعد جامعه بین المللی دقیقاً با توجه به اولویت بندی هایی که داره که قبلا خدمت شما عرض کرده، مثلا در غرب چه مهم است، در اینجا چه مهم است، اینا خواسته هایی که این مردم داره به عنوان چون به یک نوعی میخواد حمایت بکنه از ملت افغانستان، اینا خواسته هایی که بعضا خواسته هایی که مردم به مطرح است از زبان اونا اعلام میشه. مسئله دیگه ایست که جهان همواره بر اساس گسترش نفوذ تعیین شده است. یعنی گسترش نفوذ و گسترش قدرت و افزایش قدرت در کشورهای خارج از کشور مبدأ یک امر بدهی در نظام بین الملل تعیین شده است. یعنی هر کشوری میخواهد که نیروی خود، توانمندی خود،
گسترش به فراتر از مرزهای جغرافیایی که وجود داره. هرچند که ما قوانین بین المللی داریم، اما این قوانین بین المللی به او پیمانی که در اونجا ذکر شده به او پیمانه عمل نمیشه. در فضای سیاسی امروز بسیاری از مسائل در جهان وجود داره که در یک محدوده جغرافیایی نمی گنجه. اکثر کشورها بر اساس سیاست خارجی که داره در او مسائل اظهار نظر میکنه. سپاسگزارم، ممنون شما آقای فضائلی. خب دو بحث مطرح است. بحث اولی که خب اگر نگرانی جهان از داعش باشه، طالبان گفته بارها که نیروهای امارت اسلامی میتونه به تنهایی مبارزه بکنه و داعش به حدی نیست که حتی امنیت افغانستان را بر حالش برهم بزنه، چه برسه از اینکه از افغانستان به جاهای دیگر استفاده بکنه. و بحث دیگر هم این است که خب طالبان میگه که این یک نوع مداخله است سوی جهان در امور داخلی افغانستان است که بر ما دستور میده که شما حقوق زن مثلا تامین بکنین، حقوق بانوان، حقوق بشر و مسائل حکومت همشمول. اینها را میگه ما خود میدانیم و با مردم کنار میاییم. فکر میکنید چرا باور نمیکنه جهان در طالبان را که این اظهارات بیان میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بیننده های تلویزیون نور و مهمانانی که در تالار هستن. اول بحث سمون از امارت اسلامی شروع میکنیم. ببینید یک قوانین است که وقتی یک انسان میخواد یک حکومت بسازه، اول یک قانون داره، یک طرح داره، طرحش به کشورش، به ملتش ارائه میکنه. دوم یک زعیم ما داریم، درست است؟ شما ببین اگر اینا در نقش قدم رسول الله صلی الله علیه و آله، در نقش اصحاب کرام میره، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر صدیق دست بالا میگیره به عنوان امیرتون، شما قبول میکنین؟ وقتی یک کمی نزاع بین مهاجرین و انصار میاد، بالاخره ابوبکر صدیق به عنوان یک خلیفه، یک زعیم قبول میکنند. تمامی چیزهایی که داره طراحی میکنه. اول اینکه پیشکی است میگه امروز کسانی که بسیار مظلوم است پیش من زوراور است، و کسی که زوراور است پیش من اونا مظلوم است. به این معنا که من حق مظلوم را ظالم میگیرم. به عنوان ما بگیم مدتی دو ماه بیشتر میشه اینا در افغانستان است، همین زعیم در کجا سوال؟ حالا صدای را ما شنیدیم، بجز یک عکس، یک عمامه سفید در سرش دیگه ما ندیدیم. اول نگرانی مردم است که آیا زعیم ما در حقیقت هیبت الله خونزاده است یا ایسای استخبارات پاکستان. اگر بگم با پاکستان ما هیچ نوع تعاملی نداریم، چیزی نداریم، از کجا می آمدین؟ از کام طرف می آمدین؟ بارها از مرزهای پاکستان عبور میکنین و هیچ طرحی شما به مردم ندارین. در سال 1395 خودشان گفتن که از والله علم که در توییتر زبیلای مجایی که دو روزانه 200 میلیون افغانی عواید افغانستان است، از گمرکات افغانستان. وقتی کی است؟ وقتی که غربی ها در افغانستان آمدگی است، تنها معاش اردوی ما را امریکا میداد. شما در مدت دو سال ببینید که با وجودی که مشاورینی که معاشان از 6000 دلار بالا بود، رئیس هایی که 4 لک افغانی معاش میگرفتن، امروز شما همه را شما خودتون خراب کردین. آری که وقتی 200 میلیون میگین گمرکات در پیش شماست، تا به حال شما معاش کسانانی که 10000 یا اجیر بوده از اون معاش دادن نمیتونین. اول هدف ما است که شما ملت راضی کنین، مشروعیت داخلی ندارید. تا به حال 70% نیاتش در افغانستان 10% مردم شما راضی است. اگر خواهانتون بود واقعا که مردم از نظام قبلی متنفر بود، با معاشات بلند، یک کسی که در ریاست جمهوری خواب بود 6000 دلار معاش میگرفت، یک عسکری بیچاره در سرحدات او وظیفه انجام میداد با 6000 افغانی، واقعا خسته کن براشون. امروز شما که اومدین ملت افغانستان یک چشم می از شما داشت. امروز شما ملت در فقر گذاشتین، ملت دچار امنیت داعش. من مسئله داعش را بگم، تا وقتی که طالب مسئله داعش شد، امروز از داعش خطرناک تر برای تو گروه مقاومت است. پنجشیر دیر فرشاو جنگ نبود، یکی میدیار را منزفتات تقریبا 100 نفر وارد جونی بکششتگی است. همشون در مسائل اندراب غرب دروغ میگه. ببین قرآن میگه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اگر گفته ما در نقش قدم رسول الله صلی الله علیه و آله مگه برویم، هیچ وقت یهود و نصارا به ما چی نمیکنه. اگر مفید میبود قبل از سقوط دولت چند بار نشست در مسکو شد، در قطر شد، یک کدام مؤثری بود؟ آیا برای افغانستان نشان ندادن که ما چی کنه باید فکر میکنیم؟ ما هدف ما چیست؟ هدف ببین ما چیست؟ هدف ما است که ما در بعضی جا ببینین در امی پاکستان، یک وقت اینا میگن که پیل پاکستان بعد می اسلام. واقعا یک چیزی که تو برای یک ملت نسازی ما اسلامیت آورن نمیتونیم. وقتی بخوام یک ملت واحد باشیم، ما اول کسایی که در خاک زندگی میکنه از ما راضی باشد، حتی ولو که مسلمان است، هندو است، هر
قومی که است او هست راضی باشد. وقتی که نبود ببی، اگر در وقتی که آمدین شما مکمل طالب از افغانستان ختم کردین، ولی وقتی که آمدین بلدینگ ها را دیدین، پیسه ها را دیدین، نتاسین کسانانی که یک تعداد بسیار کم مخالف بود، اینا از شما دوری اختیاری کرد. دوری اختیاری که بالاخره بی کی بود در بدخشان کی می جنگید مبارد بکن؟ کسی که در بدخشان سینش مقابل تحریک طالب ها کرد، علف خورد، جو خورد، ولی جنگ نمون که از داخل بدخشان طالب شود. درست است؟ پس امو کسی که در مقابل طالب 66 سال جنگید، بی‌عدالتی های حکومت دید، پس حاله همی حکومت شروع کرد. کی بود؟ اما کسانانی بود که رهروان همچه های مصر بود، رهروان استاد شهید استاد براندین ربانی بودند. پس من میگم برای طالب ها اینمی مجاهدین سابقه، مقامدگارای سابقه باید برای اینا یک چی باشد؟ یک پند، یک عبرت باشد. اگر اینمی نابسانی ها باشد، امی فقر باشد، وقتی ملت به شما باشد، وقتی که شما میان در تمام چوکات همه گیر آغوشا به خود میکنین، امروز یک آدم میخوانه انجینر میشه، او یک امید داره که آینده من برم یک وظیفه بلند بگیرم. او یک آدم ساینس میخوانه، میخواد که من در زراعت میخوانه که من یک معین شم، یک وزیر شم. وقتی تو می همه گیر به یک چیز منحصر میسازی، بزرگترین صدمه امروز ببینید، بدترین صدمه یک صدمه اقتصادی علمی است. اگر واقع در چیزی که در رسول الله صلی الله علیه و آله میگه تاکید کرده که سر علم است، بزرگترین جهالتی که از بین پیغمبر خدا بره به سبب چی برگیست؟ به سبب اسلام و سبب دین. امروز تو پانتون ها بند، مدارس ها بند، پس این مردم اصلا دوری میکنه. اول تو من میگم که بیا مردم تا راضی بساز، مردم در بشت استاد باشه، مردم به یک سخن به تو باشه، پس برو نشست در مسکو بگی که منحصر باشه برات. این این نشست هایی بود که در اخیر بایم که بدون مشوره مردم حکومت قبلی میگد که سقوط کرد. سپاس اگر باشه تو سقوط میگید. ممنونتون، برمیگردیم. آقای فضائلی میگه که در ابتدا باید مشروعیت داخلی کسب بکنه، رضایت مردم را امارت اسلامی تأمین بکنه، چیزی که خب دو روز پیش آقای کرزی هم یا به عنوان توصیه یا به هر حالش به عنوان انتقاد از طالبان مطرح کرده بود و گفته بود که باید مجرای زعیم یا به هر حالش مجرای حکومت مشخص شود که از کدام آدرس حکومت تشکیل شده، باز اقدام بکنه برای رسمیت یافتن از سوی کشورهای جهانی. فکر میکنین که خب اگر واقعا چنین شود و مردم رضایت داشته باشه از حکومت، چه بهانه‌ای میمونه برای کشورهایی که خب حالا میگم ما انتظار میکشیم عملکرد طالبان را میبینیم و میبینیم که آیا اونا به تعهداتی که داده پابند مانده یا نمانده، بعد از او باز تصمیم میگیریم که آیا میشناسیم به رسمیت یا نه؟ دقیقاً چیزی که شما اشاره کردین بسیار موجه است و چیزی که آقای فضائلی هم اشاره کرد موضوع موجه است. موضوع پذیرش داخلی، موضوع مشروعیت داخلی در رأس تمام مشروعیت ها قرار دارد. طبیعی هست که یک دولت از داخل مشروعیت خود می گیرد. وقتی که مردم کشور، وقتی که اطیاف مختلف، گروه های مختلفی مردم افغانستان طالبان را سپورت بکنند، حکومتشان را قبول بکنند، طالبان به مراتب با قوتتر، قویتر در سطح بین المللی ظاهر می شوند. شما در می فهمین که در روابط بین المللی امتداد نفوذ و کیفیت عملکرد دولت ها در سطح بین المللی برخواسته از پذیرش داخلی، برخواسته از امکانات و ظرفیت های داخلی کشور هاست. شما تا مردم خود راضی نکنین، حمایت مردمی خود افزایش نتین، شما حرفی در سطح بین المللی برای گفتن ندارین. شما در جریان هستین که امروز طالبا اندکترین توجه به حال 40 میلیون نفوس یا 37 میلیون نفوس افغانستان ندارند. امروز همه چیز در افغانستان فرو ریخته و طالبان اندکترین توجه به حالتی فقر بی سابقه، گرسنگی بی سابقه در افغانستان ندارند. شما در جریان هستین که سازمان ملل متحد اعلان کرد که فقر به 97% در افغانستان رسیده. سازمان غذایی جهان اعلان کرد که 3 میلیون طفل در خطر مرگ قرار دارند، خطر مرگ از گرسنگی تهدیدشان میکنه. بله. از 14 میلیون تا 18 میلیون نفوس افغانستان خطر مرگ تهدید میکنه. اصلا طالبان به این مسائل قطعا توجهی ندارند. شما در جریان هستین در جریان دو ماه 300 مرکز صحی بنابر گزارش های دقیق که سازمان صحی جهان
13 نهاد صحه در افغانستان. ولی آقای راقی فکر نمیکنه اینجا مقصر امریکا باشه؟ خب به هر حالش پول مردم افغانستان، دولت افغانستان را بلوکه کرده و نداره، سرمایه هم نیست در افغانستان که به هر حالش مبارزه شود. از یک طرف کشورها اعلام آمادگی میکنه که ما کمک های بشر دوستانه را برای به هر حالش از هم پاشیدن نظام اقتصادی افغانستان و فقر اجرا میکنه، اما تا حالا دیده میشه بسیار به گونه کم رنگ کمک ها به افغانستان میرسن. شما جناب آقای امین، شما در جریان هستین که خواسته های بین المللی، آنچه که از طالبان میخواهند حد اقل های هست که طالبان باید به او توجه بکنند. جهان هم میخواه با طالب به نحوی تعامل بکنه. بحران افغانستان جهان تهدید میکنه، بحران امنیتی ناشی از افغانستان فعلا به یک بایلر بارود تبدیل شده که هر لحظه احتمال یک انفجار بزرگ محتمل هست. از یک طرف بحران مهاجرت که اروپا دنیا از او هراس داره، از یک طرف هم بحران فروریزی که همه چیز فروریزه و بحران امنیتی و تبدیل شدن افغانستان بلانه تروریسم بین المللی، اینا مسائل هستن که جهان تهدید میکنه و جهان فعلا طرفدار تعامل با طالبان هست، ولی حداقل های را از طالبان انتظار دارن که ولی این تعهدات چیست آقای براقی؟ شما میدونید این تعهداتی که خب متهم میکند طالبان را جهان که به تعهداتشون پابند نیست یا بر حالش عملی نکرده و تعهداتشون را، چی چیزهایی است مثلا مهم باشه برای اونا که به عنوان یک تعهد طالبان باید به زودترین فرصت عملی بکنه تا افغانستان نره به سوی همو فاجعه ای که پیش بینی میشه؟ در رأس تعهدات طالبان موضوع قطع روابط با تروریسم بین المللی هست که البته ای در کاملا در مطالبات جامعه جهانی از طالبان عینیت داره و نگرانی های بین المللی منطقی و جهانی را در واقع تشکیل می دهد. این موضوع شما در جریان هستین، به جای از اینکه طالبان روابط خود با تروریسم بین المللی قطع بکنن، هر روز تماس هایشان روابطشان با تروریسم بین المللی گسترش پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه. شما در جریان هستین، برای اولین بار پیشتر اشاره کردم دولتی که مراکز انتحاری میسازه به جای نهادهای دولتی طالبان هستند، دولتی که رجه های انتحاری برگزار میکنه. در کجای دنیا دیدین که یک دولتی مسئول بیاد رجه انتحاری برگزار بکنه؟ شما حتی صدر اسلام که برادر ما پیشتر اشاره کردن، شما در کجا پیغمبری بزرگوار اسلام زیری تهدید بزرگی روم و فارس و قدرت های عصر قرار داشت؟ شما بگوین که در کجا جوقه های انتحاری تربیه کرد که از اسلام توسط انتحار دفاع بکنه؟ این مسائل مسائل هستند که دنیا را تهدید میکنه. دنیا حق داره که از این مسائل حراس داشته باشن. موضوع دیگر در داخل افغانستان هست جناب آقای امین. طالبان فعلا با مردم افغانستان در واقع دشمنی میکنن، همه چیز بر روی مردم افغانستان بستن، نهادهای اقتصادی بسته است، نهادهای ملی و دولتی و خصوصی همگی بسته است. شما فکر بکنین فعلا در داخل افغانستان طالبان به دنبال چپاول اموال مردم، اموال عمومی قرار دارن. شما ببینین همین روزا مردم افغانستان همینجا مخاطب قرار میتونم که هیچ بلند منزلی، هیچ خانه در افغانستان که خانه کمی گران قیمت تر بوده باشه، موتری که گران قیمت تر بوده باشه، از بزرگیری و چپاول طالبان در امان. ولی آقای راقی، ولی مقام های حکومت طالبان، بله، چندین موتر از اونجا توسط طالبان به زور گرفته شده، ربوده شده و بله، از چنگ مردم درآورده شده. ولی آقای راقی، مسئولان حکومت میگه که به هر حالش ما پاسخگو هستیم در این زمینه و همواره این موضوعات را رد کرده و گفته که خب به هر حالش اگر بحث اقتصادی و چیزها مردم را تهدید میکنه، ولی در بحث امنیت تلاش هایی صورت گرفته و مردم حداقل امنیت فیزیکی داره. کدام امنیت؟ من سوال ما همیست که طالبان میگن ما امنیت آوردیم. جناب آقای امین، در مدتی دو ماه از حکومت طالبان گزارش های موثق وجود داره که مطمئن هستم چند روز بعد این گزارش ها رسانه‌ای خواهد شد. 4000 تا 4500 انسان در زمان حکومت طالبان به قتل رسیده.
این یک چیز نیست، تنها یک ازارش کمی در اثر یعنی حمله های انتحاری با وقوع پیوست. هر روز در هر منطقه، چی کابل چی شهرهای افغانستان، تشکر آقای رفیقی، رضایت مردم از کجا به دست میاد؟ جناب آقای امین، طالبان میفهمن که نیروهایشون فعلا بار دوش مردم هستن، از پول مردم، از دوش مردم، از غذای مردم، که مردم غذا برای فرزندانشون ندارن، ولی مجبور از زمین خود بفروشد در قرا، قصبات، شهرهای افغانستان طالبان را نان به تعیین. سپاس، ممنونتون آقای راقی، این مسائل میفهمن. ممنونتون، برمیگردم به شما. و همچنان که به زور گرفتن اموال مردم پوشیدن. سپاس. تاجر ملی امروز همگی هراس دارن، افغانستان رها کردن، حتی در سخت‌ترین شرایط در اینجا فعالیت های تجاری جریان داشت. شما به مرزهای افغانستان برین، در مرزی که روزانه 600-700 موتر یک هفته برمیگردم آقای راقی، تردد میکرد، امروز 5 تا موتر تردد نمیکنه، چون تاجر دیگه اطمینان نداره که اموالش به داخل افغانستان بیاره و تجارت بکنه. برمیگردم، سپاسگزارم. ای کاش که یک از نمایندگان امارت اسلامی هم می بودن بس و پاسخ میداد به نگرانی ها. به هر حالش آقای حسینی، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء در نشستی در مسکو گفته که انزوای افغانستان به نفع هیچ کسی نیست و جهان باید به رسمیت بشناسه حکومت طالبان را، چون گفته ما آماده هستیم با جهان در مورد تمامی نگرانی هایی که اینها داره رک و راست وارد بحث شویم، گفتگو بکنیم، ولی اگر ما را به رسمیت نشناسه به ضرر خودشان هم خود بود. واقعا چقدر قابل درک است این موضوع اگر دوام پیدا بکنه با توجه به نگرانی های مثل مهاجرت، مثل مبدل شدن افغانستان به هر حالش برای لانه امنی تروریسم و گروه های مخالف اینجا جای پای پیدا بکنه در عدم شناخت حکومت طالبان، و این موضوعات چقدر میتونه واقعا برایشون خطرناک باشه و چقدر خوب است که یک تعامل شده میان امارات اسلامی و کشورهای منطقه و جهان؟ شما ببینید واقعا افغانستان در انزوای جامعه بین المللی نمیتواند به حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود ادامه بدهد، و از طرف دیگر به امو میزانی که انزوای افغانستان به ضرر افغانستان است، به امو میزان به ضرر جامعه بین المللی است، به خاطر که افغانستان بسترهای بسیار مناسب برای رشد افراطیت داره. این فقری که در افغانستان مثلا حاکم است، این ذهنیت افراطی که در افغانستان بستر دوانیده است، این زمینه‌هایی است که میتونه حتی جهان را به خطر بیاندازه. به همین خاطر است که انزوای افغانستان نه به نفع افغانستان است و نه به نفع جامعه بین المللی. ولی از طرف دیگر وقتی که حکومت افغانستان خواهان عزیز که جامعه بین المللی هر چه زودتر به رسمیت بشناسه، نیازمند است که به بعضی خواسته های مشروعی که جامعه بین المللی داره، که اتفاقا این خواسته ها قبل از اینکه خواسته های جامعه بین المللی باشه خواسته های ملی ماست، باید به این خواسته های مثلا در قسمت تحصیل دختران، در قسمت مشاغل زنان، در قسمت یک حکومت عام شمول، اینا خواسته های ملت افغانستان است. فکر چون توجه نمیکنه، من متاسفانه خب دلایل متعدد میتونه داشته باشی، ولی از مهمترین دلیل ایست که هنوز هم طالبان شاید به این باور نرسیده باشه که چه مسئولیت سنگینی فعلا بر عهده اینها است. مسئولیت حکومت داری به مراتب مسئولیت بزرگتر از ایست که اینا قبلا در کوها و بیابانها عملات پالتیزنی میکردن، در جبهات جنگ میجنگیدن. بحث حکومت داری، مسئولیت حکومت داری به مراتب سنگینتر از میدان جنگ میباشه. و مسئله دیگه که متاسفانه ممکن است که نگاه قبیلوی، عدم وسعت نظر باعث شده است که اینا لجاجت بکنه و نخواهد که خواسته های مشروع و برحق مردم افغانستان در میدان عمل اینا پیاده بکنه. هرچند که اینا از روز اول هم که اینا آمدن شعار دادن، مثلا اینا هم اولین گفشی بود که ما یک حکومت همه شمول تشکیل میدهیم، و فعلا هم سخن از حکومت همه شمول اینا رد نمیکنه، اما عملا این پیاده نشده. ما
دو ماه هست که از این حکومت میگذره و این حکومت هنوز مورد رسمیت جامعه بین المللی قرار نگرفته. این بسیار جای نگرانی داره. ولی این پافشاری فکر میکنه نتیجه بده پافشاری طالبان برای اینکه خب برحالش بگه این حکومت همه شمول است، زمینه ها را هم ما در آینده مساعد میسازیم برای آموزش امن و امن برای بانوان و همینطور هم کار کردن اونا که اونا را متقاعد بسازه. و این صحبت آقای حنفی چقدر فکر میکنین که برای جهان قانع کننده باشه که گفتم ما روی تمامی نگرانی که شما داره میشه همراهی تون مذاکره کنیم؟ خب ما با اصل صحبت آقای حنفی ما موافق هستیم. دقیقا ما هم به می باور هستیم که انزوای افغانستان نه به نفع افغانستان و به نفع جهان میباشه. شما نگاه بکنید که یکی از اشتباهاتی که فعلا در درون حکومت وجود داره است که نگاهی به یک استراتژی که پاسخگو نیست. اینا ظاهرا این استراتژی را پیش رو گرفتن که ما قدم به قدم درست به سوی جامعه بین المللی حرکت میکنیم و مرحله به مرحله به اونا امتیاز میدهیم و امتیاز میگیریم. در حالی که وقتی که یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده در مذاکرات بین المللی شرکت میکنه، اینا میزان چانه‌زنی بسیار پایین داره. بسیار. شما ببینید یا نمایندگان همین کنفرانس مسکو که امروز در جریان است، اگر همین نمایندگان یک حکومت رسمی، یک حکومتی که جامعه بین المللی او را قبول داره، با یک حکومتی که جامعه بین المللی میگه من شما را قبول نمیکنم و در رو بر رویشان هم میگه اصلا جز آجندای من است که شما را به رسمیت بشناسم، خود توان چانه‌زنی و منزلت بسیار پایین است. ما پیشنهاد میست امارت اسلامی که اینا بیایه با دل نظر داشت واقعیات افغانستان و با تجربه گرفتن استفاده از تجربیات و با استفاده و عبرتگیری از 50 سال جنگ و درگیری در افغانستان، اینا بیایه عبرت بگیره، واقعیت های افغانستان بپذیره تا ما و یک حکومتی که در دل مردم جای داشته باشه، ریشه در درون اذهان ملت خود دوانیده باشه، یک حکومت مقتدر، یک حکومت با پایه‌های محکم و استوار اینا بسازه. این فرصتی را که فعلا طالبان داره واقعا یک فرصت طلایی است. منود ای که از این فرصت بهره برداری مثبت بکنه. این فرصت ها پایدار نیست. این فرصت ها مانند ابرهایی است که میگذرد. شما ببینید که ما در درون حکومت‌های قبلی هم یک زمان فرصت‌های کلان اینا مثلا داشتن، ولی این فرصت به غنیمت نشمردن، از دست دادن. همین حکومت قبلی آقای اشرف غنی اونا فرصت داشتن که بایی که از قدرت اینا کنار برون، اونا فرصت از این داشتن که با احترام با منزلت از قدرت کنارگیری بکند و یک صلح و یک حکومت موقت در افغانستان شکل بگیره. ولی این فشارها را شما نتیجه بخش میدانید. فرصت مثلا او را غنیمت نشمردن، نهایتا با چه وضعیتی از افغانستان فرار کرد. ولی این ما میگیم این فرصت ها پایدار نیست. خواست ما از حکومت طالبایی است که این فرصت ها را باید غنیمت بشماره، این فرصت ها نباید دست شود. نباید افغانستان بار دیگر جنگ در افغانستان شعله ور شود، گروه های سیاسی تبدیل به گروه های نظامی شود. این فرصت اینا نباید این فرصت مهیا بکنه. وقتی که اینا به خواسته های مشروع ملت توجه نداره، اینا به واقعیت های جامعه توجه نداره، اینا به مشارکت عمومی اینا باور نداره، به قشری از جامعه که زنان ماست اینا نگاه متفاوت داره، او زمان شکاف اجتماعی به وجود می آید، شکاف سیاسی به وجود می آید و پرکلدن این شکاف ها او زمان می تانه بسیار هزینه بر باشه. برایند این شکاف اجتماعی که خب اگر شکل بگیره و اگر افتراقی میان حکومت و مردم ایجاد شود، در این حال فشارهایی که از سوی جهان وجود داره مثل این که پول یا سرمایه ملی افغانستان از سوی امریکا بلوکه شده، اینا چقدر میتونه عملی بسازه میخواست های مردم را و در این حال نگرانی ها را پایان بده از سوی نگرانی هایی که جهان داره در برابر افغانستان؟ ما هرچه که بایی که
آمریکا سرمایه های افغانستان را منجمد ساخته، ما با این مخالفیم و خواست ما ایست که هر چه زودتر باید آمریکا سرمایه های افغانستان را آزاد بکنه، چون با منجمد کردن این سرمایه ها اولین کسایی که در افغانستان ضربه شمی بینه، ضرر شمی بینه، این ضرر و ضربه متوجه قشر عادی جامعه افغانستان، قشر فقیر جامعه افغانستان است و نباید سرمایه های افغانستان در بانک آمریکا و منجمد شود. اما در این قسمت هم ما مشکلاتی داریم که باید این حکومت افغانستانی زمینه ها را باید رفع بکنه. نباید حکومت، شما ببینید که امروز با توجه به بحران های عمیقی که ما در سالهای اخیر در افغانستان داریم، بحث جنگ، بحث کرونا، بحث خشکسالی، امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری های جامعه بین المللی است و برای که جامعه بین المللی مثلا با افغانستان همکاری بکنه، با حکومت افغانستان، بله، حداقل از افغانستان انتظار میره که از حکومت افغانستان که بهانه، ممکن است در بعضی موارد حتی بحث بهانه‌گیری از طرف کشورهای بیرونی مطرح باشه، ولی با حکومت افغانستان باید با هوشیاری و زیرکی باید زیرکی توجه بکنه که حتی یک بهانه به کشورهای بیرونی نده، در حالی که فعلا مسائل کشورهای بین المللی مطرح میکنه قبل از اینکه خواست اونا باشه، خواست ملت هم. سپاسگزارم. ممنون شما آقای فضائلی. چقدر یک ظلم بزرگ است که امریکا خب به هر حالش جنگ میکنه 20 سال، بعد از او هم نظام از هم میپاشه، خودش میره. خلیزاد میگه که جنگ افغانستان پایان یافته، اما این موضوع آخر نیست، شاید موضوعات دیگر هم در راه باشه. اما در این حال میگه ما کمک بشردوستانه میکنیم، با اون که میدانه افغانستان با چه فقری دست و پنجه نرم میکنه، با اون که میدانه مردم چقدر گرسنه است، پول بیت المال یا به هر حالش پول ملی یک کشور را بند میکنه. خب تنها فکر میکنین مشکل از طالبان است یا نه واقعا که طرف ها هم داره بهانه تراشی میکنه و به هر حالش ظلم است که روا میداره به گونه غیر مستقیم بالای مردم؟ بله، امارت اسلامی خوب مشکلات خودم داره و امریکا، من یک چی برات بگم، جامعه جانی به خاطر چی به ما را به رسمی میشناسه یا به ما کمک میکنه؟ بله. امروز که در تلویزیون به عنوان یک مجری میای، اگر تو از خود هدف نداشته باشی نمیای و او کسی که در رسم از تو هدف میگیره. جامعه جهانی هدفش این است که ببینید در رأسش کسایی است که مخالف به دین اسلام است. اینا درست است؟ یک کسی که به امامه میاد، به سنت برابر میاد و به نام جهاد میاد، فکر که او که کمک میکنه باید میگه مختلط این مرد و زن باشه، این خود اسلام نمیگه باشه. درست است؟ من در این قسمت نگیم، اگر اینا اول غلط کردن که به جامعه جهانی و به امریکا و به روسیه اینا نشست کردن، اما اول نشست نمیگم برشان خوب بود. بزرگترین صدمه ای که به اسلام رسان مجاهدی سابق بود. مثلا رفتم نشست کردم، به نجیب نشست نکردم، به مسکو نشست کردم. فکر که مرد دنبورا نوازش کشتن، کسی که تلویزیون داشت تلویزیون را میده کرد، بالاخره خودشان تلویزیون ساختن، خودشان اکثریشان ریش ها را کل کردن، دروشی کردن، دختراشان فکر که زناشان دغر زندگی کردن. اینی می صدمه نبود که بگو به فرد مجاهد، به فرد اسلام، به مکمل به اسلام صدمه رسان. امی استاد ربانی فکر که آیا اینا که قبول کردن، به این نبود که اینا برن 20 سال جهاد کردن و بیان بالاخره پس امریکا را قبول. فرق بین امریکا و روس چی بود؟ اینمی نشست اینا ببی که مجبور شد مردم افغانستان بسیار در فقر به خیلی میشه، حتی بعضی ها اولادای خود به شهادت رسان از گشنگی خود القاویز کردن. فیلال عمو این قسمت بود، مجبور شدن اینا جامعه جانی امریکا را خواستن. وقتی که اینا را خواستن به مسکو شیشتن، اینا به امریکا شیشتن، من تعجب میکنم. امیرخان متقی چند وقت پیش گفت که امریکا یک ابوالقدرت بسیار بزرگ است، باید که به همه قدرت در مقابل صبر داشته باشه. من میگه سه ابوالقدرت ما شکست به زانو در اون بازو ما گدایی میکنیم، تعجب است. پس من به این میگم که یا اینا سرشان جمهوریت آزادی را میقبولانن، یا این که است که مردم علیه اینا چی میگه، علیه اینا ایستاد میکنن، این پل بند کردن و فکر که چیزی که میگه خلیزاد، اما فکر نکنم اینقدر به آلی که بسیار مردم آلیش گم میزنه، فکر نکنم هیچ انسانی ولو که مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه دلش با مملکتش میسوزه. ولی امریکا سیاست های بسیار ناپلید داشت، سیاست های داشت که اصلی هدفش به خلیلزاد نمیگفت، نه به خلیلزاد میگفت، نه به طالب میگفت، نه به حکومت افغانستان میگفت.
اگر چیزی که واقعیت میشد امروز ما میدیدیم، چرا برای ما دروغ میگوین؟ چی میخواد امریکا؟ فکر میکنه با این کار امریکا هدفش اسلام از بین بردن است. امریکا هدفش اینه که شما داره قسم میگین انمی آزادی به حد خود باشه که زن و مرد واسه چیزی که خلاصه بم خلاف اسلام میخواد. من برای اینا میگم، برای حکومت اسلامی میگم باید یک نیرنگی ببینیم. میگم شما در پیش شما پاک این شک نیست، پاکستان استاد است کمکتون میکنه. اگه بگوی نی این خب آفتاب را در پس یک پرده بند کردن است. میکنه امارات اسلامی نه چرا چرا بکنه؟ از پاکستان هم تر از مجاهدینش که رتا تا طالب شد در پاکستان تربیت شد. ما در پاکستان خواهد نیت نیست، ما خود سر اینا اعتقادم، ما خود وجه مشترک به طالب زیاد دارم، ولی حقیقت بگیم. یاد دمی قطر، دمی قطر، قطر موگرشان است یا نی؟ به چی سوی است برای ببینی؟ ولی اگر تا داخل قطر برای بفهمی کشور اسلامی است یا نی؟ اینا در اولی که آمدن همین وزارت امور زنان را بند کردن، اینا خوی نمی یک صدم خطرناک بر اینا بود. ببین اگر تا به این وقت یک زنی دموکرات آمد، یک کسی از غرب آمد، وظیفه ایش را که امروز تو بیار یک زنی مسلمان آدم جاتا این که زنهایی که از مدارس فارغ است، مجاهده است، دعوتگر است، کم از طرف افغانستان نیرنگ با او میکردی. بزرگترین صدمه که بین راست امروز ببین زنی افغانستان را حقوق خود دفاع میکرد به این مناسو غرب میخوا خواه میفکر میگه امریکا که میگه نیه زنی افغان را میگه من همو درشی و سلیچ و همی چی باشم. یکی دو مینا میگن که ما مکمل اقتدار افغانستان ندارن. اگر داشته باشم ببین ما از بدخشان، ما در بدخشان دیدم که زن لطخ به خاطر رولیجم بین نفر سگریت کشید، سگریت میگن در روش مالیدن با اگر ریشکل باشه لد میخره. خب در کابل چرا می کار انجام نمیگیره؟ زن لولیج میگرده با درشی میگرده، نفر سگریت میکشه چیزش نمیگی. به این مناسی ما فکر میگن که نه هم یا اطاعت از امیر خود نمیکنن یا قانونشان در افغانستان جاری نیست. تو برای در هر ولایت برای هر کس خود یک اقتدار داره، یک طرح کشیدگی است. من برای اینا میگم که اینه بایی که شما اسلام از صدام برسانید. ببینین آقای اشرف غنی یک تعصبی خطرناک در افغانستان انداخت، تعصبی قومی را، و طالبا امروز آمد در افغانستان تعصبی دین را به مدارس انداخت. اگر خدای ناخواست حکومت نگیره، اگر ایدا مدرسه اگر سقوط، اگر تو سقوط کردی، من باور میکنم که دیگه ملا هم در مسجد به خدا اگر امامت کردن بتونه. اگر تو واقعیت حکومت میسازی تو ایران اصل که بیا در راس قدر باش، تو بیار اینجا نه، بیار سایزدان، بیار کسایی که افغانستان بهترین دانشمندا داره در راس بیار، خودت بگی قوای قضاییه را بگی، بیا تو یک یک قوای قوانینه جور که علما را در راس بیار، تو بیار وزارت در دیه وزارت رو من مردم، حتی تو رفتی در وزارت تربیه بدنی که یک انسان سالها او کار کرده او از او خبر است، من یک ملا را میاری. من خودم یک ملا هستم، من مخالفی نیستم. و به این شما ننگ تنها شاید که قشر جوان مکتبی صدمه بزرگ ما هم لازم دیده گیسیم. هم در حکمت آقای اشرف غنی همی صدمه را ما دیدیم که به عنوان یک از مدارس ما فارغ بودیم. چی بود؟ اگر میره تنها در وزارت یک جاقاف تو چی میشدی؟ شالیس میشدی دیگه، خلاص حق نداشت دیگه وزارت تو برای. امروز تو که آمده به عموم انوال همه گیره در رسم الله را میاری، سر اگر تو رفتی پس جایگاه این مرد نکجاست، جایگاه ملت نکجاست. من میگم که پس شما بین همه گیر افغانستان با واقعیت بگیم بینید که پشتیبانی خارجی حکمت کردن نمیتونه. اگر طالب بخواه اردو بسازد، امروز تو که یک امی افراد خودم معاش دادن نمیتونی، تو به خدا قسم است برای میری بی بعضی طالب نمی که یک بود دپاش است، یک بود چبلق است، از ناداریش است. وقتی تو امی هدفی امینه براورده صدا ساختن نمیتونی، به ای تو حتی یک بعضی هایی است که در وزارت شب روز خواب میشه، خودش رئیس است، معین است، در وزارت خواب میشه، به او یک خانه کرایه را گرفتن نمیتونی. پس تو چگونه میتونی که تیه گردوی بسار خوب جور کنی با او معاش بدی؟ من میگم بیاین شما آلی که اقتدار را گرفتین، بیار همه سیاسون افغانستان را بیار، راضی بساز تا به این وقت هر بدبختی شد، هر کاری را که انجام دادین بیار این ملت اینایی که 20 سال در افغانستان بود نادیده نگی، 20 سال در افغانستان حرام خوردن، حرام میگیری کردن، غصب کردن، چی کردن، خود به غرب هر کشور آویخته ساخته ایستن. اینو که جامعه جانی نمیشناسن، حتما اونا در بیرون کار میکنن، اونا هم نفوذ دارن. بی‌نفوذ نیست، پای نباش یک تو بیغم خواشندال من جهاد کردم گرفتم دیگه خلاص است. کجا خلاص است؟ پس این روزی بعد میام، این روزی که نجیب صدا میزد که بین صلح بکنین، بین انفجار انتیار نکنین، حالا آقای سیاف آقای ربانی میره قبول نمیکرد. پس امیر هم صدا رو میگه، روزی شو که شما هم پس صدا کنین که صلح بکنین و دیگه خونریزی بس کنین، بین قبل از همی همگی را جمع کن، راضی بساز، برو با کشورهای دیگه با جامعه جانی خود هر چیزی که داری بساز. سپاسگزارم. ممنون شما آقای راغب. در جنبندی میخوایم از شما بپرسم، اگر از فرصت استفاده نکنه واقعا خطر جدی در راه است و فکر میکنین که چقدر آماده باشه طالبان در شرایط فعلی، در وضعیت فعلی که به هر حال حاکمیت
فعالیت داره در تمام افغانستان آماده شود یک مخالف سیاسی خودش را در قدرت شریک بسازه یا به هر حالش با او تعامل بکنه و زمینه را باز بکنه برای تعامل همه اقوام و اقشار و گروه های سیاسی که بتانه به هر حالش یک جا کار بکنه، فرصت هم مساعد شود برای اینکه جهان وارد تعامل شود. اول با یک چیز تاکید میکنم که با توجه به عملکرد طالبان و کارکردهای طالبان در گذشته و امروز و در این دو ماه معلوم میشه که طالبان توانی تعامل و داد و ستد نه تنها با جهان ندارن که بلکه با مردم خود ندارن. و چیز دیگر که میخوام تاکید بکنم که خاطر طالبان و حمایتگرانشان جمع باشه، هیچ حکومتی که مثل طالبان و حکومت مثل طالبان به هیچ وجه به رسمیت شناخته نخواهد شد و در آجندای بین المللی بین هیچ نشست بین المللی و هیچ جلسه و نشست طالبان با حتی با حمایتگرانشان موضوع به رسمیت شناختن طالبان در آجندا نبود. پس این تماس چی معنا میده آقای راقی؟ فکر نمیکنه آغازی همین مسئله باشه تماسایی که وجود داره بین امارات اسلامی و شماره از کشورها؟ خب این تماس ها جامعه جهانی مجبور است که این تماس ها را با طالبان داشته باشه. پیشتر که گفتم یکی از مشکلاتی بسیار بزرگی که افغانستان، مردم افغانستان و حتی جامعه بین المللی تهدید میکنه فروریزی در همه عرصه هاست و موضوع مهاجرت است، موضوع تهدید اقتصادی هست که تمام مردم افغانستان تقریبا حتی به مرگ تهدید میکنه. جهان مجبور است با طالبان تعامل بکنه، صحبت بکنه، ولی این تعامل و این صحبت ها به معنای به رسمیت شناختن نخواهد بود. و در نشست مسکو هم روس ها و طرف هایی که اشتراک میکنن کاملا مشخص ساختن، اعلان کردن که موضوع به رسمیت شناختن در آجندای بحث نیست. موضوع دیگری که میخوام ما تاکید بکنم، اگر طالبان میخواهن با جامعه جهانی تعامل بکنن، اول از داخل افغانستان آنچه گفتیم شروع بکنن. طالبان نمیتوانن با گفتن از این که ما حکومت مشارکتی بسازیم، ما بیاییم جاسوس های کشورها را در جای بتیم. با این حرف ها جامعه بین المللی یا مردم افغانستان میفهمن که این مسائل ذریعه های هستن که واضح و آشکار هست. این خندیدن به در واقع خاک زدن به چشم مردم افغانستان و دنیا و خندیدن برای خود طالب هاست. دنیا همه گی ایره میفهمن. تمام مردم افغانستان جاسوسی جهان نیستن. در این کشور 15,000 استاد دانشگاه وجود داره. در این کشور با سطح سواد و دانش وجود داره. شما میفهمین که مثل از که وزیر تحصیلات عالی طالبا گفت که نسلی که در 20 سال ظرفیت هایی که در 20 سال شکل گرفته کاری ما نمی آید. در حالی که شما در تاریخ افغانستان با وصف مشکلات هایی که وجود داشت به هیچ در هیچ شرایط دیگری به این اندازه تخصص، سواد، سطح توانی مردم بالا نرفته بود. امروز مردم افغانستان هزارها بلکه میلیونها با سواد توانمند داره. اینا همه که جاسوسی جهان و جاسوسی کشورها نیستن. تشکر آقای راقی. مورد زنان جناب آقای امین، وقتی که طالبان میگن که خب زنان محروم کردن از تحصیل، این تنها مخالفت با دنیا، مخالفت با مردم افغانستان نیست، این مخالفت با حدیث است، مخالفت با قرآن است، مخالفت با شریعت اسلامی است. اولین پیامی را که پروردگار توسط پیامبرش فرستاد، بله، فرصت ما کم است، بسیار کوتاه، آموزش بود، پیام آموزش بود، امر کرد، هدایت داد پروردگار که بیاموزین ای بشر، بیاموز ای مسلمان، کسی که خود مسلمان میگیری و مؤمن میگیری، مرد و زن بیاموزین چگونه شما زنان را از آموزش محروم میکنین، در مخالفت صریح با نص قرآن و خدا قرار میگیرین. تشکر، ممنون، خودم مسلمان میگیرین.
ممنون شما آقای راقی. آقای حسینی کوتاه اشاره بکنید در جنبندی چی باید شود بر حالش که ما نریم به سوی یک بحران، ما نریم به سوی انزوا، ما نریم به سوی جنگ داخلی؟ این نگرانی هایی است که خوب مردم داره، بان که این روزها مردم بسیاری های هم هستند، حتی بسیار ها از گرسنگی بر حالش طفل خود میفروشه، خود القابض میکنه این روزها. اما چگونه باید جلوش گرفته شود که هم طالبان باشه، هم دیگرا باشه و هم تعامل خوب و یک کشور خوبی باشه در سطح جهان که رابطه خوب با همه داشته باشه و دیگر پناهگاه برای جنگ، برای آمدن یک کشور دیگر، برای تروریسم این موارد نه؟ شما ببینید اول باید حکومت افغانستان یک حکومتی که مشروعیت پیدا بکند در اذهان و افکار عمومی ملت افغانستان، یک حکومتی که از تمامی اقشار و اقوام افغانستان در او دخیل باشه، به اصطلاح عامیانه یک حکومت فراگیر، یک حکومت همه شمول تشکیل بده و اعتماد ملت را جذب کنه. ما وقتی که شاهد یک حکومت مقتدر در افغانستان بودیم، او زمان ما توان چانه‌زنی با جامعه بین المللی را پیدا میکنیم. خوشبختانه حکومت ما با جامعه بین المللی نگرانی جدی نداریم، به خاطر که جامعه بین المللی هنوز هم اینا آمادگی دارن، حاضر است که با افغانستان تعامل بکنه. شما ببینید ما در دو ماه اخیر ما شاهد نشست های متعدد بین المللی در مورد افغانستان بودیم. بله. امروز در روسیه نشست بین المللی وجود داره. تا 10 روز آینده ما 2-3 مورد نشست بله دیگر جامعه بین المللی در مورد افغانستان داریم و اینا بیانگری است که هنوز هم افغانستان در محراق دیدگاه بین الملل قرار داره. اما در درون افغانستان وظیفه حکومت افغانستان است که اینا بیای مشروعیت ملی خود تثبیت بکنه و با جهان وارد گفتگو شود. ممنون شما، سپاسگزارم آقای فضائلی. خب آنچه آقای حسینی هم گفت، چندین نشست برگزار شده درباره افغانستان، در محراق توجه جهان است، چندین نشست دیگه هم برگزار میشه در تهران، در دهلی نو و یک نشست هم در سطح وزیران خارجه کشورهای اسلامی در کابل در روزهای بعدی برگزار میشه. اگر این نشست ها چیزی را تغییر نده در عمل کرده طالبان یا به حالش به او تأکیداتی که جامعه جهانی داره برای رسمیت دادن، فکر میکنین آینده چیگونه خواهد شد و چقدر فرصت ها از دست طالبان هم خواهد رفت؟ آینده افغانستان را در این بینیم که براتون هم قبلا اشاره کردم و جناب استاد هم اشاره کرد، چیز مهمی که از این خطر بزرگ ما به این مواجه نشیم، نشست بین الافغانی بین نباشه، سیاسیونی بیرون و با سیاسیون امارات اسلامی یک جا بشینن. تا بالی اگر هر کاری که اگر سیاسیون قبلی اگر خیانت هم کرد بیان توبه کنن، اگر غصب کردن، اگر جفا کردن در حق ملت، بگو ما کردیم از کرخیت پشیمان. امارات اسلامی هم هر حق کوتاهی که در حق افغانستان کرده اینا هم اعلام قدبتین و خدا ببین که انسان چقدر انسان هم میشه میبخشه، ملت اینا رو ببخشه و اینا بیان با هم نشست بین الافغانی بکنن بین خود تا به اینا جور نمیاد. خلاصه برامون که اگر سیاسیونی قبلی با سیاسون امارات اسلامی اگر امارات اسلامی یک جا نشوند، اینا اگر مفکوره های خود یکی نسازند، نشسته های خارج هیچ گاه به منفعت ما نبوده و نیست. تشکر، سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی آقای محمد یاسین فضائلی آگاه سیاسی، آقای سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه و آقای سید نورالله راقی استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین که از ترکیه روی خط اسکایپ بود. سپاسگزارم از شما که در این بحث اشتراک کردین. سپاس از همه بیننده ها که در این بحث بودین. وقتتان بخیر.